حسگر در گوشه این بکن اوت میشه، تو صوتی اوت میشه و میگه نه اینو من نمیخوام، من در واقع محصولی رو میخوام، فلفل سبز رو میخوام که سی ام وای کیش اینقدر باشه. بنابراین این استانداردها میتونه در واقع توی کشورها یه بخشی از ضایعات رو باعث بشه. ولی خدا وکیلی تو همین کشور بخش ملی فرهنگ خودمون هست. چقدر از این استانداردها رو من و شما مصرف کننده وضع میکنیم؟ ما همیشه وقتی داخل میفروش میریم دست میکنیم میوه های درشتر و میوه های لوکستر رو برداریم. تو اینجا یه پرده باز کنیم، استانداردها خیلی از اینها من مصرف کننده است که تحلیلش میکنه و میشه یه سیاست کلی، نه یه سیاست کلی. بنابراین من میتونم تاثیر بذارم در این در واقع استاندارد رو سخت گیرانه و بتونم یه خورده تعدیل کنم این استاندارد. یه بخشی از این ضایعات در کشورهای در واقع توسعه یافته در اثر کارخونه‌های اتفاق میفته. مثال میزنم خود فاو میگه مثلا توی کارخونه ضایعات در واقع تولید چیپس سیب زمینی تقریبا 10% در مرحله سورتینگ سیب زمینی هست میشه، 2 تا 12% در مرحله پوست یعنی برش، 1 تا 10% در مرحله سورتینگ فرنش فرایز اون سرخ شد میخوان در واقع دوباره بسته‌بندی کنن، یه مقدار اونایی که در واقع بعد سرخ شده کوچیکه درشت اینا پس میشه، و 1 تا 10% هم طی حمل و نقل خود فرآیند کارتون است. چی تهش میمونه؟ شرایط نامساعد محیطی محل عرضه باز در واقع یکی از ریسک این ضایعات رو وجود میاره در کشور توسعه یافته و رفتار و سبک زندگی مصرف کنندگان یه بخش عظیمی از این بیس رو میتونم بگم در کشور توسعه یافته خودش اختصاص میده. اینکه زیاد میخریم، عدم مدیریت خرید داریم، میگید آقا اینقدر کیلو رو مثلا، عدم برنامه‌ریزی به توجه به ضایعات غذا در آشپزخونه. ما خودمون در دانشگاهامون در ادارات من که در واقع شاید یک فرد باشم که شاید 86 کیلو باشم با یک فرد که شاید 63 کیلو باشه با یک فرد 110 کیلو باشه یک مقدار غذا رو بهش میدم، برشون هم مهم نیست که این غذایا زیاد میاد یا کم میاد. یا من وقتی از اون نون میخوام برادرم واقعا در واقع نگاه نمیکنم مثلا آیا این نون ضایعات میشه نه، واقعا اندازم رو مصرف انقضا قبل از تاریخ انقضا. شما تو فیلمی که دلایل آینده خواهیم دید میبینید که تو خیلی از سوپرمارکت ها قبل از اینکه تاریخ انقضاش بده اینا اوت میشن و بخشی از ضایعات رو به خودش اختصاص میده. متاسفانه در این اسم نمیاد ولی در سوپرمارکت زنجیره‌ای که الان فرهنگ چندی سالم در ایران داره رواج پیدا میکنه، اگر شما برید و در واقع با اونهایی که از من بپرسید هستن بپرسید، خودشون اصلا میگن کفران قیمت تمامی از مواد غذایی که هر شب داره اینجا دور ریخته میشه و من ازشون میپرسم خب شما نمیتونید مثلا با یه مؤسسه خیریه با یه در سازمان غیر دولتی قرارداد دارید که اینا خودشون با ماشین خودشون بیان و این مرغای بسته‌بندی شده شما، برنجای در واقع تپ شده شما، حتی مثلا میوه‌جات شما رو بخرن و متأسفانه این سیاست یا در واقع سیاست در واقع مارکتینگ ما این در واقع اجازه به ما نمیده و باید اینا رو سر زیر در واقع سطح آشغال کنیم. اضافه غذای خانگی الا ماشاءالله ما بهینه میدیم و در واقع مهمونی میدیم الا ماشاءالله در واقع این غذای خانگی ما داریم ویست میکنیم که تو کشورهای توسعه یافته فاو آماری که میده 42% ضایعات خانگی در انگلستان در مرحله هفت آماده‌سازی و سرو به منفی با سرازیر میشه. و رستوران های بوفه ای که متاسفانه در کلان شهر تهران و متاسفانه در شهرهای مختلف باب داره میشه، میشه یه فرهنگ 30,000 تومن 35,000 ایکس ریال بده هر چی خواستی بخور. این فرد وقتی وارد میشه میگه این پول رو دادم برای هر چیزی میتونم بخورم، بنابراین این میشه زیاده خوردن در واقع زیاده روی در واقع این همون بحث فرهنگ است. و یه طرفندی که متاسفانه باز یکی به هر دو تا ببر یکی به هر دو تا ببر این باز در واقع تأثیر میذاره توی مصرف بیدرمی. حالا چه کار کنیم که در واقع ضایعات رو کم کنیم در کشورهای کمتر توسعه یافته در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته؟ فاو میگه سرمایه‌گذاری های محلی در بخش کشاورزی میتونه کمک کنه به کاهش ضایعات در این کشورها. هماهنگی منطقه ما بین کشاورزی کشاورزی بیان تشکل تشکیل بدن، یه تعاون تشکیل بدن، مدیریت کاش داشته باشن، روی کاش داشته باشن. اتفاقی که ما میبینیم تو خبر میبینیم امسال پیاز انقدر شد ریختن دور، سال دیگه سیب زمینی گرون شد، سال بعد میاد سیب زمینی میکاریم سیب زمینی گرون میشه. چرا؟ چون ما الگوی کاش نداریم. الا ماشاءالله در اخبار میبینیم مثلا کشاورزان گوجه فرنگی بردخونی نمیدونم فلانجا اعتراض خودشون اعلام کردن یا جیروفیا مثلا در فلان سازمان یا فلان ارگان دولت این گوجه فرنگیاشو در واقع خالی کردن. اینا بخاطر چی؟ بخاطر اینکه ما در واقع شاید یک نظام در واقع الگوی کاش رو نداریم. اگر در واقع کشاورزا بیان تشکیل یک تعاونی رو بدن و خودشون الگوی کاش مشخص کنن که چه بکاریم و گیاهان مختلفی رو محصولات مختلفی رو تولید کنیم میتونه کاهش ضایعات رو ایجاد بازارهای ارزی مستقیم فراورده های کشاورزی و فارم شاپ ها بینوی در تهران در واقع گام های اولیش در
اپلای معنی بیوتر رو برداشت، چون چقدر موفقی یا چقدر در واقع ناموفق بوده میخواست این رو انجام بده، این رو در واقع شاید از حوصله بحث خارج بشه، انشاءالله در برنامه‌های آتی بیشتر در بارش صحبت کنیم. آموزش، ارتقا یا بهینه‌سازی، بسته‌بندی، امکانات و تجهیزاتی که تو محله‌های عرض در واقع هست میتونه کمک کنه و توسعه صنعتی تبدیل به خوشبختانه وزارت جاده کشاورزی تو کشور ما خیلی خیلی داره تاکید میکنه و کمک میکنه در واقع به توسعه صنعتی تبدیلی که جا داره در واقع ازشون تشکر بشه. در کشورهای با درآمد بالا هم افزایش هماهنگی بین زنجیره تأمین و توزیع، افزایش آگاهی‌های عمومی، هماهنگی میزان نیاز خرید و مصرف و آموزش رو کمک دراف کرده. و من صحبتم رو با این اسلاید در واقع اتمام برسونم که چند پیشنهاد ساده است برای اینکه ما ضایعات رو در حتی از خودمون شروع کنیم و در حد خانگیمون و در حد مصرفمون کم کنیم. یکی اینکه واقعا زیاد نخریم. دومی که ثابت شده واقعا وقتی ما یه لیستی از خرید داشته باشیم و اساس لیستمون خرید کنیم از قبل خیلی کمتر میخریم، به زمانی که لیستی نداشته باشیم و بریم و بگیم اینم میخوایم، حالا اینم بخریم، حالا اینم بخریم. خرید محصولات فصلی به ما کمک میکنه که ضایعات نداشته باشیم. دوستان محصولاتی که خارج از فصل هستن قطعا در اقلیم ما رشد پیدا نمیکنن، تولید نمیشن، از کیلومترها یا هزاران کیلومتر اونورتر باید وارد کشور بشه. بنابراین همه اینها در واقع کربن فوتپرینت یا ردپای کربن یا ردپای مباحثی است که همش یه ردپای رو داره از خودش به جا میذاره. همراه داشتن سبد خرید خیلی کمک میکنه. ما همیشه یه سبد داشته باشیم که همراهمون باشه. معمولا وقتی خودمون محدود نکنیم به یک میزان خرید، کیسه‌های مختلف رو بنابراین امکان خرید ما و امکان ضایعات رو بیشتر می‌کنه. پیشنهاد میشه از نظر روانشناسی گرسنه خرید نکنیم. هیچ موقع وقتی گرسنه ای نریم خرید. چون که بلع داریم که بیشتر بخریم. چیزی رو که نیاز داریم بخریم. حالا که خریدیم آوردیمش خونه، نگهداری درست کنیم. درست تو جای مناسب، اگر قرار تو زیر سینک قرار بدیم، زیر سینک اگر جاهای مختلف فریزر و یخچال رو واقعا بدونیم. من خیلی خودمونی خدمت مرسونم، شاید 90